موزیک. نوای کنسرت ویالون شماره یک که کارول شیمانوفسکی آهنگساز لهستانی در مونیخ تنین انداز می شود. جانین یانسون نوازنده چیره دست ویالون غرق در رنگ های این قطعه به همراه ارکستر فیلارمونیک مونیخ به این اثر جانی تازه می بخشد. نوازنده جوان هلندی این بار سراغ کنسرت ویالون شماره یک آهنگساز لهستانی رفته که از اولین کنسرت ویالون های مدرن به حساب می آید. دنیای شیمانوفسکی را خیلی دوست دارم. نواختن این قطعه و رویارویی با رنگامیزی متفاوت دنیاهای صداهای شیمانوفسکی بسیار شادآور است. از آغاز تا انتهای اثر تنش وجود دارد. منظورم این است که لحظات صمیمی و زیبایی در اثر هست که می‌خواهید حسش کنید و نمی‌خواهید به پایان برسد. شیمانوفسکی کنسرت ویالون شماره یک را در سال 1916 و در بحبوحه جنگ جهانی اول با الهام از امپرسیونیسم فرانسوی ساخته. شیمانوفسکی یکی از نوادگان شوپن بود. میداند چطور باید ملودی بنویسد. در قرن بیستم وقتی این را درباره کسی بگویید خیلی از او تعریف کرده اید. رنگ و زیبایی صداهای ارکستر و صدای ویولون فوق‌العاده است. گوش دادن به این موج حیرت انگیز صدا تجربه سرشار از لذت است. برای من موسیقی زبانی بسیار توانمند است. آنقدر قدرتمند که واژه‌ها توان بیانش را ندارند. در نتیجه احساس خود را فقط با موسیقی میتوانم منتقل کنم. وقتی با هنرمندی مثل جانن کار میکنید با چیزهایی روبرو میشوید که اصلا انتظارش را ندارید. اصلا نمیتوان پیش بینی کرد که چه این و چنان خواهد شد. او همواره در جستجوی چیزهای تازه است. برای موسیقیدان‌هایی که از قلمروهای شناخته شده فراتر می‌روند احترام زیادی قائل هستم. یانسون می‌گوید که دیدن ویالون استرادیواریوس که در سال 1707 میلادی ساخته شده برایش تجربه‌ای دگرگون کننده بوده. وقتی این ویالون را دیدم مثل این بود که از نو چیزی به من الهام شده. هر قطعه را که پیش از این نواخته بودم باید با این ویولون تکرار می کردم. چون این ساز اندیشه های جدیدی در ذهن من به وجود آورد و الهام بخش بود. ظرافت صدای آن بیشتر است. احساس من هم درباره قصه ها عمیق‌تر شده. شاید حتی بتوان آن را با چیزی که درباره شیمانوفسکی گفتیم مقایسه کرد، با این دنیای صدا و امکانات حیرت آمیز برای رنگامیزی با صدا. وقتی این ساز را در دست میگیرم احساس میکنم این صدای من است و احساس میکنم شریک زندگیم را یافتم.